آیا تا به حال روی قبض تلفن همراهتون با بندی به نام خدمات ارزش افزوده موبایل یا وصل روبرو شدید؟ گاهی با کلیک کردن روی یک پست تبلیغاتی، فرستادن یک پیامک و شرکت در یک مسابقه بدون اینکه بدونید آبونمان شرکت‌هایی میشید که میلیاردها تومان از شما و دیگران کلاهبرداری می‌کنند. اغلب با اطلاع اپراتورهای تلفن همراه که از این بازار میلیاردی سود کلان به جیب می‌زنند. حالا وزیر ارتباطات ایران گفته قرار است اپراتورها تا یک هفته آینده به مشترکان اعلام کنند که در 3 سال گذشته چه مبلغی از جیب مردم برداشتند و به حساب چه شرکت‌هایی این کار را کردند. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. اگه میخوای بدونی هوش تصویری چقدره، شماره موبایلت رو وارد کن. البته زیرش خیلی ریز نوشته با این کار شما مشترک سرویسی درباره هشدار زلزله میشوید و روزی 500 تومان هم میپردازید. حالا هوش تصویری چه ربطی به زلزله دارد معلوم نیست. این تنها یک نمونه از انواع آگهی هایی است که در اینترنت، شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها میبینید که با انواع و اقسام وعده ها میخواهند شما را عضو سرویس های ارزش افزوده یا اصطلاحاً وصل کنند. سرویس هایی که یک دهه از راه افتادنشان میگذرد و خیلی از مردم کوچه و بازار بدون آنکه دقیقاً بدانند عضو آنها شدند. پدرم و مادرم اکثر موقع درگیر این مورد می شدن. متاسفانه در بعضی سایت ها می رفتیم، شماره خودشون رو به هوای اینکه اینترنت بهشون تعلق بگیره 12 گیگ رایگان می دادن و براشون فعال می شد روزی 500 تومان، 1000 تومان، 2000 تومان حساب شارژشون کم می کرد. این ستاره 800 مربع رو بگیرید و سرویس های ارزش افزوده که عضوش هستید ببینید و بعد لغو کنید که اینها دستبرد به جیب شما نداشته باشن. ایرانی ها سالانه هزاران میلیارد تومان بابت این سرویس ها به اپراتورهای موبایل میپردازند. پولی که بین اپراتورها، شرکت های خدمات دهنده و شرکت های واسطه یا اصطلاحاً تجمیع کننده تقسیم می شود و بخشی از آن هم به عنوان مالیات به جیب دولت می رود. ما فقط 11 نفر تو زمین هستیم. فقط شرکت‌های سالس نیستند، خود اپراتورهای موبایل هم از این سرویس‌ها سود می‌برند. برای حمایت از تیم استقلال عدد 4 رو مثلا با حمایت مالی از پرطرفدارترین تیم‌های فوتبال ایران و تشویق هواداران این تیم‌ها به نشان دادن طرفداریشان با عضویت در سرویسی که روزی تا 500 تومان برایشان آب می‌خورند. اسپانسر قبلی هم هنوز از این بابت دارد پول در می‌آورد. اپراتور اول ما 3 سال پیش حامی باشگاه پرسپولیس استقلال، 3 سال فرایند اسپانسری به اتمام رسید، هنوز نزدیک ماهی 2 میلیارد تومان داره میاد به حساب اپراتور، به حساب باشگاه فوتبال. اصلا این با این موضوع تموم شده، سرشماره سینما تموم شده. فکرتان رو زیاد مشغول نکنید، احتمالا شما هم تومه حق بازان و حرامخوارها شده اید. این ویدیو را خود وزارت ارتباطات ایران درست کرده و در آن بعضی از شرکت‌های فعال را حقه‌باز و حرامخوار می‌داند. وزیر ارتباطات هم عزمش را جزم کرده که تیشه به ریشه آنها بزند. محمد جواد آذری جهرومی چندی پیش در توییتر نوشت شاید وقتش رسیده باشد که به زودی کل سرویس‌های ارزش افزوده را برای همیشه تعطیل کنیم. از آن طرف 75 شرکت فعال در این حوزه هم با نوشتن نامه‌هایی به رئیس قوه قضاییه و رئیس دفتر رهبر ایران گفتند 30,000 نفر در این حوزه شاغلند و خواهان حمایت از آنها شدند. استفاده از انواع و اقسام ترفندها، بدافزارها یا شیوه‌های نچندان صادقانه برای جلب مشترک، تصویر منفی از سرویس‌های ارزش افزوده موبایل در بین مردم ایجاد کرده. روشی که قرار بود راهی آسان و مدرن برای کسب و کار آنلاین باشد. بهرنگ تاجدین، BBC. پیش از برنامه گفتگویی داشتم با رضا در تهران که در کار ارائه خدمات ارزش افزوده است. از او پرسیدم مشترکان آنها تا چه حد از سرویسی که آبونه شدند اطلاع دارند. ببینید، فرایند سابسکریپشن سرویس های ارزش افزوده یک فرایند کاملا آگاهانه است و به این ترتیبه که کاربر بارها اون قیمت رو که در واقع تعرفه روزانه سرویسه میبینه در هنگام عضویت، یعنی تست مرحله بهش اطلاع رسانی میشه.
هم زمانی که چه از طریق اپلیکیشن چه از طریق لندینگ پیج بخواد عضوش بشه هزینه رو میبینه، هم توی کد OTP که براش میاد برای تایید سرویس هزینه رو میبینه، و هم مجددا توی پیامی که در واقع سنترالایز همراه اول براش میفرسته اونجا هم هزینه رو میبینه و کاملا آگاهان. از ضمن این که به صورت ماهیانه هم از طرف در واقع همراه اول این آگاهی بهش داده میشه که عضو این سرویسه و روش‌های غیر فعالسازیش هم خیلی شفافه و بعد از همون سابسکریپشن روش در واقع آف کردن این سرویس ها هم طی یک پیامکی برای کاربر ارسال میشه و این چیزیه که از طرف شرکت هم ارسال نمیشه، یک استانداردی داره که از طرف خود همراه اول ارسال میشه. اپراتورها چه درصدی از سود شما را از شما میگیرن؟ در واقع اینکه اپراتور چه درصدی شیر میگیره روی این محصولات بسته به قراردادی داره که با شرکت بسته میشه و متفاوته و برای شرکت های مختلف و سرویس های مختلف متفاوته. آقای رضا، بحث های زیادی هست راجع به این خدمات. حتی وزیر ارتباطات اخیراً گفته بود که فرزند یک پیرمرد 93 ساله که حتی دستگاه هوشمند نداره هم بدون اینکه اطلاع داشته باشه آبونمان این خدمات شده و به نوعی ازش کلاهبرداری شده. ببینید، این که حالا شما بخواید بیاید یک مثال بزنید بگید یک فردی یک جایی وجود داره که یک اتفاقی براش وجود افتاده که خب با مثال در واقع نمیشه. اولا که وبسایت هایی وجود دارن که این محتوا رو ارائه میکنن، یعنی همه این سرویس ها عمدتاً علاوه بر اپلیکیشن وبسایت هم دارن و خیلی از کاربرا هستن که هزینه سابسکریپشن رو با دستگاه هوشمند پرداخت نمیکنن، با دستگاه های در واقع موبایل های نسل گذشته پرداخت میکنن ولی محتوا رو از وبسایت استفاده میکنن. ولی حالا اینکه بحث اتهام زدن باشه یا عنوانی کسی بخواد روی این بگذاره، البته آقای رضا بحث اتهام نیست. مرکز پژوهش های مجلس حدود یک سال و نیم پیش اعلام کرد که بازار خدمات ارزش افزوده در ایران، بازار اقوا، تبلیغات کاذب و سوء استفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیره. ببینید، این که شما هر من عرض کردم خدمتتون هر عنوانی بخواید بیاید روی هر کسب و کاری بذارید میتونید در واقع تگ های مختلفی بزنید به کسب و کارهای مختلف، حالا با هر هدفی که داشته باشین بگین حالا اقوا یا هر جوریه. من چنین چیزی رو قبول ندارم. فرآیند سابسکریپشن هم بهتون توضیح دادم و محتوایی هم که این سرویس ها ارائه میکنن رو در واقع کاملا شفافه، یعنی چیزی نیستش که کسی ناآگاهانه عضو هیچ یک از این سرویس ها بشه. و الا شما میتونین در واقع یک مغازه‌داری هم که داره یک جنسی رو میفروشه بیاین بگین این آدم اقواگره و داره اقواگرانه دست به کلاهبرداری. البته تاکید میکنم آقای رضا این حرف من نیست، این مقام ها در ایران هستند که میگن که بسیاری از کاربران ایرانی حتی اطلاع نداشتن که مشترک این خدمات شدن، بعد از اینکه میبینن هزاران تومان روی قبض تلفنشون رفته متوجه میشن که آبونمانن و حتی وقتی که کنسل میکنن لغو میکنن این اشتراک رو دوباره بدون اطلاعشون اضافه میشه این هزینه به قبض موبایلشون. اصلا چنین چیزی وجود نداره، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست که یک کاربری ناآگاهانه عضو یک سرویس ارزش افزوده بشه و بعد هم امکان آف کردنش وجود نداره. این از نظر فنی اصلا امکان پذیر نیست و کذب 100% کذب. من قویا اینو رد میکنم. این سیستم سنترالایز همراه اوله که در واقع شما از طریقش میتونین عضو بشین و از همون طریق هم میتونین آف کنین سیستم رو. اصلا چنین چیزی وجود نداره، یعنی کاملا کذبه، یعنی اتهام کامله. پس یعنی شما میفرمایید این که وزیر ارتباطات پارسال گفتش که چند تا از این شرکت ها نزدیک 22 میلیارد تومان کلاهبرداری کردن کذبه، درسته؟ ببینید، من اطلاعی راجع به این که چه کسی کجا کلاهبرداری کرده، توی هر صنعتی ممکنه یک نفری کلاهبرداری کنه، توی صنعت ساختمونسازی هم یک نفری ممکنه بیاد کلاه یه عده‌ای رو به یک روشی برداره و بعد شما اینجوری بیاید بگید کلاً صنعت ساختمونسازی مثلا کلاهبرداری، این که نمیشه. توی هر بیزینسی روش کلاهبرداری وجود داره، ممکنه یک عده‌ای کلاهبرداری کرده باشن ولی با اتفاقا تو بازار تکنولوژی کلاهبرداری به شدت کمتره، چون اینجا دیتا رکورد میشه، سیستم‌های فراد دیتکشن وجود داره، بازار پایش میشه، جرایم خیلی سنگین واسه شرکت‌های ارزش افزوده که تخلف میکنن حتی و نه کلاهبرداری. یعنی شما توی محتوای تبلیغاتتون تخلف کنید، جرایم خیلی سنگین از سمت همراه اول وجود داره، چه برسه به اینکه
شرکتی بخواد بیاد کلاهبرداری بکنه و اگر هم شرکتی کلاهبرداری کرده 100% جریمه شده بابتش. ولی خب این که میگم مثل بقیه صنعتاست دیگه، ممکنه یه عده‌ای توی هر صنعتی بیان دست به تخلفی بزنن و خب در نهایت اون عده‌ان که متخلفن، نمیشه کل اون صنعت رو به تخلف متهم کرد. رضا بود از تهران که در کار ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل. محمد جورجندی کارشناس جرایم سایبری در شهر الکساندریه از ویرجینیا آمریکا با ماست. آقای جورجندی، شنیدید صحبت‌های آقای رضا از تهران رو، به نظر شما یا اینطوری که میگن تقریبا غیر ممکن کلاهبرداری یا اینکه فضا مناسب کلاهبرداری‌های این چنینی هست؟ سلام، کاش ما میدونستیم که رضا تو کدوم شرکت کار میکنه. متاسفانه من خیلی پرسیدم ولی جواب دقیقی نتونستم بگیرم ازشون. نمیگه تو کدوم شرکت کار میکنه، همونجور هم نمیتونه به شما بگه که چه سرویسی داره که بابت اون سرویس الان 5 تا ایرانی اون سرویس رو میشناسن. ببینید، خودشون نامه زدن و گفتن 13,000 میلیارد تومان از سال 90 اینا درآمدشون میده. خب یه دو تا ایرانی باید پیدا کنید که بگه مثلا فلان سرویس من دارم استفاده میکنم و خوبه. حتی یه دونه نمیتونه اینو اسم ببرن. 13,000 میلیارد بابت چه چیزی؟ این چیزی که رضا میگه که تایید 2 مرحله، 3 مرحله، 4 مرحله، اولا که این کلا 5-6 ماهه که راه افتاده و ما داریم در مورد یه چیزی صحبت میکنیم که 8 ساله داره اتفاق میفته. شما دیدید که اینها موقعی که بوی کباب به مشامشون خورد، صدا سیما رو قمارخونه کردن و این ستاره مربعی که شما دیدید تمام تبلیغات صدا سیما رو شرکت توسکا گرفت و هنوزش که نمیدونه توسکا مال کیه. خودیم در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد یه شرکت ساده اون پایین، شرکت سی پی که صحبت نمی کنیم که اینا بازی رو خوب چیدن. سی پی ها اون پایینن، امثال رضا توش دارن کار میکنن و فکر میکنن که دارن سالم کار میکنن، ولی نمیدونه رضا که بخشی از درآمدی که تو داری مال محمود خردمینه. مثلا محمود خردمین فوتبالیست توی اگریگیتور چیکار میکنه؟ شما هم بگید داماد لبنانیش اونجا چیکار میکنه؟ این شرکت خب آقای جورجندی، چون که اینا اتهام هایی هستش که افرادی که نام میبرین الان در برنامه نیستن نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، خواهش میکنم که اتهامی مطرح نکنین که قابل دفاع نباشه. کشور خانم، من چیزی رو من استنادم بر اساس سند رسمی ثبت اسناد کشور، من چیزی خودم نگفتم. آقای جورجندی، فکر می‌کنید چرا 8 سال طول کشیده تا تازه مسئولان تصمیم بگیرن که یک رسیدگی به وضعیت این بازار بکنن؟ به خاطر اینکه همه‌شون توی این بازی نقش داشتن، خیلی پول خوبی هم بوده، با هم دیگه دور هم می‌خوردن و همه هم راضی بودن. شما ببینید ایرانسل چرا صداش در نمیاد؟ 13 سال آقای قلمبرد اسپولی پسرش شرکت ارزش افزوده داشته، برای چی باید صداش در بیاد؟ برای چی اصلا باید بیان جلوشو بگیرن؟ الانم که دارید می‌بینید که به این روز افتاده به خاطر اینکه تعداد دست زیاد شد. دست زیاد شد کار همین داره میونی که ستاد اجرایی دیگه از هر شاخه‌ای وارد شده، داره این میخواد یه سهمی از این ارزی افزوده داشته باشه. دولت از اون بر نقش داشته، خودش نقش داشته به خاطر ناظر بوده دیگه. حالا مسئول اصلی یه همچین وضعیتی دولته، حالا وزیر فعلی، وزیر قبلی و هر کسی که اینو شروع کرده. به خاطر اینا باید نظارت میکردن، نظارت نکردن. الان تازه این چیزی که امروز شما دارید میبینید که تمام اینستاگرام شده بکش بالا جایزه نمیدونم گیگ اینترنت بگیر، تازه این روزای خوبشونه، یعنی اینا تازه قانونمندش کردن. شما ببینید که ما یه زمانی داشتیم که هیچ کس حتی نمیدونه که عضو ارزش افزوده شده، یعنی خودشون با خودشون مردم و رندوم عضو ارزش افزوده میکردن، یا مثلا مسابقات جعلی درست میکردن پیامکی و مردم رو عضو میکردن با دولت 2000 تومان، نه با الان. حالا اکنون نظارت کنن این شده. حالا الان برای مشترکان تلفن همراه در ایران شما چه توصیه‌ای دارین؟ از کجا میتونن متوجه بشن که آیا دارن چنین هزینه ها رو میپردازن؟ مردم کاری نمیتونن بکنن، با 3800 مربع بزنن و ببینن. متاسفانه ما مردم ناآگاه زیاد داریم، مردمی که دنبال حالا گیگ اینترنت رایگان میگردن. فعلا توصیه اینه که 3800 مربع بزنن و منتظریم که مسئولین وظیفه‌شون رو انجام بدن. این ستاره 800 مربع در واقع پیامکه یا همینطوری روی گوشیشون؟ چون من می‌خوام دقیقاً کسایی که الان دارن می‌بینن بتونن بعد از این برنامه این رو انجام بدن، روی گوشیشون ستاره 800 مربع رو بزنن و بعد چه کار کنن؟ ستاره 800 مربع رو که بزنن میتونن اون سرویسا که عضو هستن رو ببینن. ستاره 800 مربع 1 یا 2 رو بزنن میتونن از اون سرویسا خارج شن. اگر خارج نشدن از سرویسا با اپراتور تماس بگیرن و اعلام شکایت کنن. متشکرم. این تنها راهی که میتونن کار بکنن، وگرنه هیچ راه دیگه‌ای فعلا نیست. متشکرم. محمد جورجندی کارشناس جرایم سایبری با ما. همونطور که شنیدید، ستاره 800 مربع رو موبایلتون بزنید بتونید از این سرویس‌ها خارج